خانم دکتر بتول حیدری استاد دانشگاه از لندن پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. خانم دکتر سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خانم دکتر، تحلیل شما در رابطه با قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چیست؟ بفرمایید. تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر با محتوایی که صادر شد نشان داد که طالبان نه تنها تغییر نکردند، بلکه تندروتر از گذشته هم اینها رفتار میکنند. البته حکومت خودخوانده طالبان هیچ مشروعیتی در جهان ندارد، چه برسد به اینکه قوانینی که اینها برای کنترل مردم و زنان منتشر میکنند بتانند اینها را از لحاظ حقوقی و شرعی به اونها جایگاه داد. بله، آیا واکنش های بین المللی صورت گرفته در قبال این مسئله از نظر شما کافی بوده و به نظر شما تأثیرگذار خواهد بود؟ من فکر میکنم داستان واکنش های سازمان های بین المللی و ارگان هایی که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان کار میکنند، همه اینها یک داستانی است که کاملا پلان گذاری شده و یک نوع بازی جهانی است برای سرگرم کردن و فرصت سوزی و زمان خریدن، به خاطر اینکه اگر قرار بود تغییری تو این زمینه ایجاد بشه قطعا ما تا کنون تغییرات را در طی این 3 سال از طرف طالبان در رابطه با رویهشان نسبت به مردم و زنان داشتیم. شما اگر دقت بکنید سازمان‌هایی که مربوط به حقوق بشر هست و ارگان‌هایی که در رابطه با افغانستان کار می‌کنند، همه اینها به شکل کاملاً با فراست می‌دانند که طالبان هیچ گلوگاه و هیچ شریانی مربوط به سازمان‌های جهانی رو تحت فشار خود قرار نداده. به خاطر همین اونها هیچ ترس و واهمه ای از طالبان ندارن و واکنش‌هایی هم که اونها انجام میدن در حقیقت طالبان هم به این مسئله کاملا واقف هست که به نوعی هیچ تأثیری برای تغییر رفتار و عملکرد طالبان نسبت به مردم خودشان نخواهد داشت. آیا جامعه زنان افغانستان در قبال این قانون عکس العملی داشتن و حرکت اعتراضی هم از سوی زنان انجام شده است؟ زنان همانطور که در طی این 3 سال نخستین مقاومتگران و کسانی هستند که در برابر طالبان ایستادند و این سنگر رو تاکنون حفظ کردند، در قبال این احکام خودخوانده طالبان با اتحاد و همدلی و یک پارچگی بار دیگر نسبت به نقض حقوق انسانی و قوانین ضد زن طالبان اعتراضات گسترده‌ای را داشتند و جنبش‌ها و حرکت‌هایی را در راستای اعتراض در برابر چین قوانین طالبان اینها در اثر فضاهای مجازی و میتینگ‌ها و نشست‌ها برگزار کردند که تاکنون هم ادامه دارند. بله، ممنونم. با تشکر از خانم دکتر بتول حیدری استاد دانشگاه از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.